از تو سپاسگزارم، فداکاری تو امروز مرا نجات داد. ادای پیامبر خدا شدن سعادت میخواهد که من نداشته. ما هنوز به تو احتیاج داریم. من که جز شما یار و یاوری ندارم. به این زودی میخوایی تنهایم بگذاری؟ آرزویم این است که همه عمر چون خادمی در کنار شما باشم. درود بر عالی جناب رضا آصف عزیز مصر. درود خداوند بر تو. شما کاسبی ندیدید؟ نه زخم عمیقی است، خوب طاقت آورده، اما جای نگرانی نیست. مقداری کتان تمیز و آب گرم برایم بیاورید. هر چه در توان دارید دریغ نکنید. میمی سابو برای من خیلی عزیز است. من باید به دیدار آخناتون بروم و ماجرای امروز را با او در میان بگذارم. ما از کجا اطمینان داریم که آن بیرون خطر در کمین جناب یوزاسیف نیست؟ جناب یوزاسیف نباید تنها قصد را ترک کند. شهر ناامن است. درست. من میروم مراقب او باشم. پس نیم نفر کپتا هم کشته شده؟ یعنی در بین کاهنان معبد و پیروان آمون یک نفر نیست که شر این کافر را از سر ما کم کند؟ روز بروز بیشتر بر آمون مسلط می شود و بیشتر آمنهوتب را شیفته خود می سازد. آمنهوتب ابله افسار خود را به دست او داده و آب را بدون مشورت با او نمی خورد. من یک نفر از افسران قصر را میشناسم که شهامت این کار را دارد. او به من قول داده که در اولین فرصت یوزارسیف فرصت طلب را مجازات کند. فکر میکنی از عهده این کار بر بیاید؟ آره. میدونی اگر افشا شود که معبد در قتل آمنهوتب و یوزارسیف دست داشته چه بر سر ما میآورند؟ خب مدرکی به دست آنها ندهید. مدرک را نابود کنید. یعنی هر کس که یوزارسیف و آمنهوتب را بکشد باید نابود شود؟ بهتر از آن است که در جنگی نابرابر ما از بین برویم و هزاران نفر از اهالی تبز کشته شود. نمی شود قصد کشتن را از سر بیرون کنیم؟ احمق! جنگ بر سر بقا و فنای معبد آمون و آیین آمون پرستی است. یوزارسیف دشمن من و توست. ما نکشیم او ما را نابود خواهد کرد. اگر او را بکشیم آمن هوتب ما را خواهد کش. این را چه کنیم؟ ای آمون بزرگ، دشمنان ما را نابود کن. نگذار یک بیگانه کافر بر امور ما مسلط شد. نگذار خدای واقعی و بی‌هویت یوزارسیف بر تو و دیگر خدایان مصر مسلط شد. من به عنوان مشاور شما عرض میکنم اکنون برای اقدام علیه معبد زمان مناسبی نیست. بسیاری از مردم بیگناه کشته خواهند شد و سیطره معبد آمون هم برچیده نخواهد شد. در خصوص من هم نگران نباشید. آنان به من آسیبی نخواهند رسند. این نهایت گستاخی است. به جان شما سوء قصد شده. گرچه مدرکی نیست، اما تردید نداریم که کار معبد است.
خبرچینی ها و دخالت هایشان را تحمل کردیم. توطئه و دسیسه را آغاز کردند. توطئه و دسیسه را تحمل کردیم. سوء قصد به جان شما را آغاز کردند. از کجا که فردا به جان ما سوء قصد نکنند؟ اگر آنان آسیبی به شما بزنند ما را نابود کردند. اگر قصد شما نابودی آخماهو و کاهنان است، همین امروز میتوان به این مقصود دست یافت. اما اگر هدف تغییر آیین بت پرستی و دعوت به یک تا پرستی است، باید صبر کنید. مردم با شمشیر هیچ آیینی را نمیپذیرند. اگر جناب فرمانروات ها زمان قحطی صبر کنند، به خواست و اراده خداوند نابودی آمون و کاهنان را شاهد خواهیم بود. بسیار خوب. از آنجایی که به شما اطمینان داریم صبر میکنیم. این ماجرای مسافرت چیست؟ شنیدیم قصد سفر دارید. تصمیم گرفتم از تمام سرزمین مصر و قصبات بازدید کنم و میزان ذخیره سازی گندم و ساخت سیلوها را از نزدیک ببینم. با آن که تحمل دوری شما سخت است، اما چاره ای نیست، باید با تقاضای شما موافقت کنم، چرا که میدانم تصمیم درستی است. من به جذب مردم و ایجاد ارتباط با آنان فکر میکنم. مردم اگر حکومت را از خود بدانند به آن اطمینان میکنند. امیدوارم این رابطه برقرار شود و بتوانیم مردم را تشویق به ذخیره سازی گندم و کشت وسیع کنیم. پیش از عزیمت شما را ببینم. حتما نمیزنم. اسیر است. نگهبان، او را ببرید. آل جناب، دستتان چه شد؟ چیزی نیست، به خیر گذارید. او را با خود به زندان موقت قصد ببرید. اتفاقی افتاده؟ میخواستن جناب یوزارسیف را بکشند. در این وقت چه خبر است؟ حق دارند. وجود جناب یوزارسیف برابر است با نابودی آنها. به آنان حق میدهند. آنها از موجودیت خود دفاع میکنند. آن اخماو انسان زیرکی است. او خوب میداند کشتن یوزارسیف و آخناتون تنها راه نجات معبد است. خوشبختانه ضربه کاری نبوده. مقداری کتان تمیز و آب جوش برای میآورید. پناه و پشتیبان همه ما خداوند عالمیان است. اگر نیک بنگریم هر لحظه و همه جا او در کنار ماست. آن اخباهو و کاهنان معبد آمون شانس بلندی دارند. هم من صفاک و خون ریز نیستم، هم جناب یوزارسیف اجازه نمیدهند که پا را از دایره عقل بیرون بگذارم، وگرنه از معبد آمون جز ویرانهی بر جای نمیگذاشتم. جای نگرانی نیست. من سقوط آینه بت پرستی و سرنگونی آمون را دور نمیبینم. نمیدانم چرا امشب آسمان غمگین است. در آسمان امشب خبرهای خوبی نمیبینم. چه خبری؟ این خبر مربوط به چیست؟ درست نمیدانم. زادگاهم کنان را شلوغ و آشفته میبینم. در هر حال ما تسلیم اراده پروردگاریم. چرا نامه‌ای به یعقوب نبی نمی‌نویسی؟
اصلا چرا چند پیک به کنان نمیفرستی تا پدرت از وضع حال تو باخبر شود؟ نمیدانم چه حکمتی است. تا کنون چندین بار اقدام کردم، اما هر بار پیک پروردگار یکتا مانع شده. ظاهرا هنوز زمان دیدار ما فرا نرسیده. سالهای گذشته راحیل، فائقه، لاکین پیر و بسیاری دیگر را دیدید که در پی این قافله رفتند. سال گذشته زلفا و امروز نیز بله کاروان مرگ بی وقفه می گذرد و آدمیان یکی پس از دیگری به ناچار به این کاروان می پیوندند. اگرچه بلهه و زلفا آتش حسادت و عداوت را در فرزندان من دامن زدند، اما من از آنان گذشتم، از آنان گذشتم و از خداوند می خواهم که از گناهانشان درگذرد. من مرگ بلهه را بدان و نفتالی تسلیت می گویم و از خداوند میخواهم که روح او را قرین رحمت خیش کرده. من نمیتوانم در قصد زندگی کنم. بهتر است از اینجا به جایی ساده تری نقل مکان کنم. چرا عالی جناب؟ مگر اینجا چه عیبی دارد؟ بهتر است این قصد را برای فرمان روایم بماند. تا کنون مجبور بودم مکانی ساده تر برایم تهیه کنید. بسیار خوب، اگر فرصت دهید به زودی به کمک ایناروس و میمیسابو مکانی مناسب تهیه خواهم کرد. همین امروز پیکایی را به سراسر مصر روانه کنید و فرمانداران همه شهرها را به تپس دعوت کنید. چند تن از معماران توانای مصر را نیز خبر کنید. هرچه زودتر ساخت سیلوها باید آغاز شود. اطاعت می شود آن شهر. در تپس باید 7 سیلو ساخته شود. عالی جناب، در تپس یک مجموعه کفایت می کند. 7 سیلو لازم نیست. اولا که تپس مرکز مصر است و از همه شهرهای مصر و کشورهای همجوار به اینجا مراجعه میکنن. بدیهی است که سیلوها باید 7 سال تمام پاسخگوی نیاز این همه جماعت باشد. ثانیاً، چون گندم را باید با خوشه ذخیره کنیم، به سیلوهای بیشتری نیاز داریم. عالی جناب، با خوشه چرا؟ این که چند برابر سیلو میخواهد. ما باید با یک تیر چند نشان بزنیم. هم گندم مورد نیاز مردم را ذخیره کنیم، هم علوفه و کاه مورد نیاز حیوانات. بدیهی است که برای برداشت گندم باید دریچه‌هایی در زیر سیلوها ایجاد کنیم. این سیلوها باید به گونه‌ای ساخته شود که از نم زمین و باران آسمان در امان باشد. برای رسیدن به این منظور باید زمین را حفر کنیم به شکل گودالی بزرگ و طولانی. در این گودال زیر زمین بزرگ و محکمی از سنگ بسازید و سیلوها را در کنار یکدیگر بر روی سقف محکمی زیر زمین بنا کنید.
برای حفاظت گندم از باران باید سقف سیلوها کاملا پوشیده باشد. در بالای بدن این سیلو باید دریچه ایجاد کنیم که از آنجا گندم‌ها را به درون سیلوها بریزیم. این خیلی خوب است. در این صورت گندم از نم زمین محفوظ میماند. کاملا درست است. باید سعی شود هر مجموعه شامل 7 سیلو باشد تا در هر سال 1 سیلو ذخیره سازی شود و در زمان قحطی هم هر سال 1 سیلو بهره برداری شود. عالی جناب، چرا سیلوها را تک تک نسازیم و مجموعه سازی کنیم؟ برای اینکه حراست از آنها ساده تر و تعداد نگهبانان مورد نیاز کمتر باشد. عالی جناب، اگر اجازه بفرمایید ابتدا نقشه سیلوها را تهیه کنیم. من قبلا تهیه کردم. می توانید شروع کنید. فرمانداران محترم توجه کنند. باید همزمان با ساخت سیلو، ساخت نهرها و آب بندهایی بر روی نیل آغاز شود تا آب نیل را با فاصله زیادی از رود انتقال داده و کشت و کار در سطح وسیعی شروع گردد. کسانی را استخدام و مأمور کنید که به جمع‌آوری سریع و دقیق مالیات‌ها بپردازند و به مالیات دهندگان سند و مدرکی بدهید که به بخشودگی مالیاتی یقین پیدا کنند. و همین مأمورین 1/5 درآمد کشاورزان و پیشوران را دریافت و به آنان رسید و سند ارائه دهند تا در زمان قحطی به میزان دریافت وجه به آنها گندم پرداخت شد. عالی جناب، سرمایه ساخت این سیلوها از کجا باید تامین شود؟ بدیهی است که ساخت سیلوها از محل همین درآمدها تامین می شود. اگر سوالی هست من می شنوم و اگر نیست من مطلبی ندارم. بروید و به جد کارتان را شروع کنید.